بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما عزیزا قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز 113 همین درس از کیمیای صنف دهم رمی را درس ما دریافت کتله مولکولی نسبتی است خب یک درس ساده اما بسیار مهم است خصوصا بر دانش آموزانی که به خیر سال آینده صنف 11 میشن و در فصل اول بازی درس خیلی زیاد به درد اونا میخوره در کتاب ما و شما هم در اینجا ما و شما داریم کتله مولکولی نسبتی ما یکی داشتیم کتله حقیقی یکی داریم کتله نسبتی یکی حقیقی داریم یکی نسبتی داریم حقیقی کتله واقعی یک دونه مولکولش کتله حقیقی یک مولکول کتله حقیقی یک مالیکول مولکول را میگن کتله نسبتی کتله است که نسبت داده میشه کتله که نسبت داده میشه اگه ما و شما کتله مولکولی را از روی کتله های نسبتی اتمی به دست آوردیم کتله های اتمی را کتله های گرفته بودیم جمع کردیم خب کتله مولکولی هم نسبتی است اما اگر کتله های حقیقی رو جمع کرده بودیم خب کتله مالیکولی هم کتله حقیقی است اما ما بیشتر به خاطر سادگی محاسبات در کیمیا با کتله های نسبتی سر و کار دارند کتله مولکولی نسبتی مالیکول های مرکبات کیمیایی عبارت از اینج مهم است مجموعه کتله های اتم های عناصر عناصر متشکله می میباشد من ایره ساده تر میگم بگم حاصل جمع وزن های اتمی حاصل جمع وزن های اتمی بیایید با هم دیگه مثال کار میکنیم ببین دوستای عزیز مثالی که بر ما داده آب است فرض میکنیم ما و شما در مولکول آب کتله مولکولی آب است 18 کتله مولکولی آب ام آب مساوی از به 18 ا ای U یه از کجا آمده؟ خب دقت کنین وزن یک دانه هیدروژن هست یک وزن یک دانه هیدروژن است یک وزن یک دانه اکسیژن وزن اتمی نسبتیش هست شانزده کدله مولکولی ها عبارت از حاصل جمع است. حاصل جمع وزن ها دیگه چیزی نداره خب وزن ها رو با هم جمع میکنیم ما و شما داریم یک دان... دو دانه هایدروژن یک دانش یک میشه دو دانه هایدروژن داریم دقت کنین پس اینمی دور دور ضرب اینی می وزنش میکنیم یعنی دو دانه یک دو دانه یک جمع حاصل جمع وزن های اتمی یا کتله های اتمی حاصل جمع یک دانه اکسیژن داریم یک ضرب اینمی اکسیژن شانزه یک دان اکسیژن خب دو ضرب یک میشه دو جمع یک ضرب شانزه شانزه بناهن اردوی از دیگه جمع کنیم میشه هجده ای ام یو اینی شد کتله مالیکولی آب البته کتله نسبتی چند تا مثال را با همدیگه کار میکنیم فرض میکنیم ما شما در نمک تعام سودیم کلوراید وزن سودیم هست 23 وزن اتمی یک دانه اتم سودیم 23 وزن کلورین از 35 اشاریه 5 یا واحدش AMU یا هم AMU حال ما و شما بخواهیم وزن مالیکولی ام سودیم کلوراید را یا نمک تعام را به دست بیاریم خب اینا را ضرب تعدادش میکنیم وزن هر دانه اتم ضرب تعدادش خب بیا میگه ضرب میکنیم 23 وزن یک دانه سودیم است سودیم یک دانه داریم پس این یک را ضرب 23 میکنیم یک ضرب 23 جمع کلورین هم تعدادش در اینجا یک دانه است چطور تعدادش یک است استاد ایت نوشته نیست همین که ذریب نوشته نیست به این معناست که ذریبش یک هست همی که سمبول تنهایی وجود داره یعنی یک دانه هست دیگه پس یک ضرب سی و پنج اشاره پنج یک ضرب ازی خودش یک ضرب سی و پنج اشاره پنج هم خودش هر دور جمع کنین میشه پینجا هشت اشاره پنج پس کتله مالیکولی سودیم کلوراید کتله نسبتیش البته کتله نسبتیش 58 اشاری 5 امیو اگر شما خواسته باشین کتله حقیقیش به دست بیارین کتله حقیقی بازو اصلا چی کار میکنین؟ خیلی ساده انمی 58 اشاری 5 خودش به جای امیو قیمتش نوشته کنین یعنی 58 اشاری 5 ضرب 1 اشاری 6 61 ضرب 10 به طوان اون معدد امی و منفی 27 کلو گرام این رو ضرب میکنین اون هرچی که برامد 58.5 ضرب 1.661 اینجا نوشته میکنین هر عدد که برامد اون رو در کنارش نوشته میکنین کتله حقیقی بدست دست میاید وقتی ما میگم 58.5 امی یا نه 58.5 برابر این از اینی کتله از این میشه اگر نمیره 58 پینجا 5 مرتبه جمع کنین کلی حقیقی به دست یک مثال دیگه با هم کار میکنیم H2 so او فرمول تیزاب گوگرد است تیزاب گوگرد خب به نام سلفوریک اسید ما شما در کیمیا میگیمش نام کیمیاویش است اما نام خرید و فروش که میشه در بازار تجارتیش تیزاب گوگرد است در بطری موتر نظمی استفاده میشه وزن هیدروژن برای شما در یگان جای اگه برین یگان فرم این قسمی سوال میده H مساوی به یک S مساوی به سی و دو اکسیژن مساوی به شانزده میگه چی پیدا کو کتله مولکولی این از مساوی از به چی سعی کو چه قسم میایم حسابش میکنیم خیلی آسان و ساده تعداد هر انصر ضرب وزنش تعداد هیدروژن است دو ضرب وزنش وزنش است یک این جمع میگیریم جمع عنصر بعدی تعدادش سلفر تعدادش نوشته نیست یعنی یک دانه است تنها سمبولش است یک ضرب وزن سلفر وزن سلفر سی و دو جمع چرا باز جمع چون یک انصار دیگه انوز داریم در اونا دیگه انصار نداشتیم در دو حد جمعش میکردیم اینجا سه حد میره چون سه انصر داریم چهار دان اکسیژن داریم چهار ضرب وزن اکسیژن وزن شانزه است ساده میسازیم دو ضرب یک میشه دو جمع 1 یک ضرب سی و دو میشه سی و دو جمع چهار ضرب شانزه چهار ضرب شش میشه بیست و چهار چهار دو حاصل چار ضرب یک میشه چار چار دو میشه شش شست و چار اینال اینه با هم جمع میکنیم چار جمع دو شش شش جمع دو هشت این هشت شش جمع سه نو اینجا دیگه سفر از در قد چیز نداریم خیلی نو پس کتله مولیکولی سلفوریکسید 98 ای ام یو شد در بعضی جاها به جای ام یو قسم نوشتهش اش میکنن میگن 98 گرام بر مول یعنی واحد برش میمانن گرام بر مول اگه به این قسم هم شما دیدین اشتباه نکنین این قسم نشان میتن این قسم هم نشان میتن اما در کل اینا واقعا اصلا واحد ندارند اینا واحد ندارن خب میاییم ببینیم در ادامه در کتاب بر ما و شما چی گفته بود در اینجا شما یک مشق و تمرین میکنین یک دو دانه مثال ده برای شما داده که گلوکوز است کتله مولکولیش حساب کنین که من برای شما میگم امیال وزن کاربن را میگم وزن کاربن هست دوازده وزن هایدروژن یک وزن اکسیژن شانزده C6H12 و 6 پیش خود تمرین کنین جوابتون باید 180 برای 180 این هم ایتانول هست که این هم با پیش خود شما تمرین کنین جوابتون باید 46 برای اگر تغییر آمد باز شما اشتباه کردین باید از سر دوباره ایره حساب کنین به ادامه از یک مقدار معلومات ضروری بر ما و شما آمده گفته این معلومات رو ما و شما گفته باشیم میگه چون کتله های اتمی نسبتی عناصر به اساس قیمت AMU دریافت گردیده است بنابراین اگر کتله یک مولکول مرکب را داشته باشیم و آن را تقسیم قیمت امیو نماییم کتله مولکولی نسبتی مرکب مطلوب حاصل می شود یعنی چی؟ شما کتله یک دانه مولکول را کتله حقیقی یک مولکول را داریم کتله حقیقی رو تقسیم قیمت امیو میکنین یعنی اگر شوری یک ضرب ده به تن من 27 کیلوگرم در حقیقت کتله نسبتی به دست ببینین دوستا این یک قاعده از همیشه این مترس کتله حقیقی تقسیم ای میشه کتله نسبتی چی ده اتم ها چی ده مولکول ها فرق نمیکنه در دو یک چیز است هیچ تفاوتی هم نداره اینجا به ما یک مثال داده گفته کتله یک مالیکول آب مساوی به 2.9898 زربده به توان منفی 26 کیلوگرم است. کتله مالیکولی نسبتی آب را دریافت کنید. کتله حقیقی یک مولکول را به ما و شما گفته شما کتله نسبتی را دریافت میکنید چه قسم دریافت میکنید ببینید مقداری را که برای شما حساب ام گفته اینجا ام اینجا در یک قدم وزن حقیقی را یعنی در اصل نباید ما به ام کوچک آبیر نشان بدیم در کتاب نشان داده اما ای در اصل درست نیست مقدار امو آب یا مقدار گرام هایی که بر ما داده هر چی که از کتله حقیقی رو نوشته میکنیم تقسیم به کتله امیو م... میکنیم اینی قیمت رو شما باید حفظ باشین اینه با کس بر شما نمیته اینه لطفا از حفظ داشته باشین یک اشاری شش شش یک ده به توان منفی 27 کیلوگرم بارها تکرار کرده میشه چون خیلی زیاد مهم است این برای شما کسی در بین محاسبات خودتان باید از بر باشین تقسیم از این میکنه نیشه اگه ما این یک خانه اشاری ریسون میبردیم این میشد 29 29 اشاری 898 یا 898 باز توانش میشد منفی 27 باز منفی 27 کرده منفی 27 خلاص کیلوگرم با کیلوگرم خلاص اینجا میمون 29 اشاری 898 تقسیم یک اشاری 6 صورت تقسیم مخرج میکردین جواب مبرومد 18 به ترتیب شما میتونستین به این جواب برسین به پیش خود در خانه تمرین کنین حتما به این جواب 18 شما از میرسین خب ما و شما رسیدیم به پایان درس امروزی امیدوار استم درس فامیده باشین اصل هدف محاسبه کتله مالیکولی بود تا درس دیگر که در خدمتتان میباشم همگیتان به الله یکتا میسپارم